موساخان معروفی متولد 1268 در تهران بود و 7 شهریور 1344 از دنیا رفت در تهران. او فرزند امیرالملک بود و در یک خانواده سنتی مذهبی و علاقمند به موسیقی متولد شد. او در کنار تحصیلات قدیمه و کلاسیک موسیقی رو نزد آقای یوسف صورتگر که از عکاسان درباره ناصری بود، عکاس خاص درباره ناصری بود، یاد گرفت و همچنین پیانو، ستار و پیانو. بعدها نزد درویش خان رفت و با همت و تلاش بسیار زیاد از جمله معدود شاگردان درویش بود که نشان تبر زرین رو تونست دریافت کنه. همچنین نزد سلطان حسین خان هنگ آفرین خط نوت رو یاد گرفت و بسیار ترغیب شد که موسیقی ایرانی رو به خط نوت در بیاره و در این زمینه تلاش بسیار زیادی کرد، قطعات بسیار زیادی رو به خط نوت در آورد و 30 سال از زندگی خودش رو با اینکه نوازنده خیلی خوبی بود و میتونست به عنوان یک نوازنده مطرح در دوره خودش در بیاد، اما راه پژوهش و نوت‌نویسی رو انتخاب کرد. با اساتید زمان از جمله علی اکبر خان شهنازی و احمد عبادی و دیگرانی که ردیف داشتند تماس گرفت و سعی کرد که ردیف‌های اونها رو به خط نوت در بیاره و مجموع کنه، تجمیع کنه، در یک ردیفی به نام ردیف 7 دستگاه موسیقی ایرانی گردآوری کنه که البته جلسات این اساتید به دلیل اینکه از آز نظری با هم دیگه کمی مشکل داشتن و مخالفت داشتن باعث شد که ادامه پیدا نکنه و تداوم نداشته باشه، اما موسی خان این راه رو به صورت انفرادی با کمک لطف الله مفخم پایان موسیقی شناس و همچنین محمد بهارلو نوازنده و آهنگساز ادامه داد تا اینکه یک مجموعه به نام ردیف 7 دستگاه موسیقی ایرانی رو گردآوری کرد و یک ردیف بسیار کامل و جامعی هست که از هر دستگاه مثلا گوشه درآمد چند بار وجود داره، نوع اول، نوع دوم که برگرفته از ردیف اساتید مختلف هست. همچنین یک جزوه به نام برنامه دشتی رو آماده کرد که ردیف ها و اون تکنوازی ها هم برش نوت شده بود، ضمن اینکه تصنیف ها یا چهار مضراب و پیش درآمد و اینها هم نوت شده بود، آوازهایی هم که قرار بود در اون برنامه اجرا بشه به خط نوت در آورد که بعدها توسط ارشد طهماسبی دوباره بازنشر شد. بین سالهای 1307 تا 1317 در دوره‌ای که باب شد دوباره ضبط صفحات موسیقی شروع بشه، همراه با سبا و مشیر همایون سفر کرد به خارج از کشور تا چند صفحه‌ای رو ضبط کنه. او در سال 1302 به مدرسه کلونل وزیری رفت و در اونجا موسیقی به صورت علمی و آکادمیک یاد گرفت و همچنین در شیوه نوازندگیش که قبل از این بیشتر به میرزا حسین قلی و درویش خان نزدیک بود تغییراتی داد و کمی از شیوه وزیری هم در شیوه خودش موجود هست. او همچنین در هنگام تأسیس رادیو با رادیو همکاری کوتاهی داشت و در هنرستان موسیقی ملی ایران هم تدریس میکرد و به دعوت روح الله خان خالقی کتاب دستور ابتدایی و متوسط ستار و تار رو به همراه نصرالله زرین پنجه تدوین کرد که در حال حاضر در هنرستان هم تدریس میشه و از کتابه بسیار خوبه آموزشی تار و ستار به حساب میاد. او همچنین ذوق آهنگسازی هم داشت، آهنگ مرغ حقش که با شعر رهی معیری هست توسط بنان اجرا شده و روح الله خالقی رهبری ارکستر رادیو رو در این آهنگ به عهده داشته. همچنین آهنگ موسم گل که با صدای قمرالملوک وزیری در صفحه ضبط شده از آثار ماندگار او هست که شعر اون از حسن وحید دستگردی هست. پسر موسی خان معروفی جواد معروفی است که از استادان پیانوی زمان خود بود و همچنین موسی خان یک تار بسیار مرغوب یحیی داشت که این رو به عنوان جایزه به شاگرد خودش
آقای فریدون حافظی هدیه کرد که همکنون هم موجود هست و داره بسیار ارزشمندی.